به جز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمیدانم، که شادی در همه عالم از این خوشتر نمیدانم. گر از عشقت برون آیم به ما و من فرو مانم، ولیکن ما و من گفتن به عشقت در نمیدانم. زبس کن در ره عشق تو از پای آمدم تا سر، چنان بی پا و سر گشتم که پا از سر نمیدانم. به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو، کنون عاجز فرو ماندم رهی دیگر نمیدانم. به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیزم، جلسه قبلمون در مورد گستردگی ارتباطاتی برقرار کردیم، توضیحاتی دادیم که به خوبی به ناقص بودن توضیحات اذعان داریم و همونطور که دوستان میدونن خیلی از مفاهیم خصوصا از حالا به بعد قابل تعریف نیستند و بایستی به مدد تجربه و درک به مفاهیم نزدیکتر بشیم. باز هم از دوستان خواهش میکنم که با حوصله به سوالات همدیگه توجه داشته باشیم، هرچند هم که جواب سوالی رو بدونیم بازم دقت بکنیم، ممکنه در این بررسی جدید نکات تازه‌ای در اونها آشکار بشه، کما اینکه اینطور هم هست، چون هر سوالی رو ممکنه که ما از لول که در اون هستیم پاسخ بدیم و که با لول‌های قبلیمون تفاوت‌های زیادی داشته باشیم و اصولاً این دوره رو ما برای جمع‌بندی و به عنوان یک نقطه عطف انتخاب کردیم، چون خیلی چیزها اینجا دوباره به همدیگه میرسن و ممکن بود اگر قبلا میخواستیم جوابهای رو بیش از حد و اندازه باز کنیم دچار نقصانهایی بودیم. حالا در عمل خودتون متوجه میشید که منظور من چی هست. اینجا اصولا یه خورده در این دوره بهتر و بازتر میتونیم خیلی از مطالب رو بگیم. پایه‌ریزی که قبلا کردیم ذهن ما رو دچار اشکال و گیر نمیکنه. خب قطعا ممکنه هنوز دوستانی مفهوم گستردگی رو متوجه نشده باشن. من یه توضیح مختصر میدم، بعد میایم به تجاربمون مراجعه میکنیم، چک میکنیم ببینیم درست گرفتیم، هممون گرفتیم، بعضیامون گرفتیم، خلاصه آماری و همه رقم این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم و با صبر و حوصله میریم جلو. موافق هستین که بعد یه موضوعی که دوستان اشاره کردن، اشاره میکنن، مرتب این اشاره رو داریم، اینه که یک مطلبی رو که شروع میکنیم اون مطلب رو به جمع‌بندی برسونیم و سوالمون رو نگه داریم تا اون مقطع جمع‌بندی، اونجایی که میگم خب حالا سوالی یا مطلب خود به خود تموم شده، متوجه میشیم اینجا نتیجه داریم، اونجا دوباره سوالا رو مطرح بکنیم که در واقع هر تو هر نیاد و خاطرتون باشه که ما حتماً هر مطلبی رو که شروع کردیم چه جواب سوال بود چه بحثی بود حتما به جمع‌بندی برسه و اگر رشته کلام از دست من خارج شد، جمع‌بندی معلوم نشد چی شد، دوستان حواسشون جمع باشه، خاطر نشان بکنن که خب نتیجه اون سواله بالاخره چی شد، نتیجه این بحثه بالاخره چی شد، یعنی همه موضوعات به طور قطعی به جمع‌بندی نهایی برسه، که حالا اگه قرار بود روی اون جمع‌بندی سوالی باشه، مسئله‌ای باشه یا برای دفعات بعد بریم سوالشو بیاریم توی
این فاصله روش فکر بکنیم و سوالاتش رو در بیاریم بیرون، بالاخره معلوم باشه که چه کار کردیم. موافق هستین که انشالله؟ خب یک موضوعی که اینم بازم قطعی است که اصولاً یک مباحثی مثل عرفان، مثل عرفان و فلسفه، اینها نیاز به سوال و جوابهای زیادی دارن. اصولاً یه همچین کلاسایی کلاسای سوال و جوابه، یعنی زنده است و رو در روه و این نیست که یک جزواتی و یک مسائل به این شکل. برای اینه که در آن واحد ممکنه سوالاتی در یک کلاسی مطرح بشه که تا حالا اصلا نشد، درسته؟ بنابراین یک به اصطلاح برای این قضیه هم ارزشی قائل باشیم و ممکن هم هست که سوال ظاهرا خسته کننده بشه، ولی به هر صورت این ماهیت این قضیه به این صورته. خب در مورد گستردگی توضیحی دادیم به این صورت که فهم او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. ما برای اینه که بتوانیم یک گستردگی رو در ذهنمون بکشونیم و بفهمیم و ازش سر در بیاریم، نیاز هست که ذهن گسترده‌ای داشته باشیم. حالا اگر قبول بکنید که یه ذهنی هست منقبضه، درگیری های زیادی توش داره، مثلا یه ذهنی که درگیری ها و تعلقات چیز زیادی توش داره، یکی از اینا مثلا تعصبه، تعصب روی علممون، مثلا تعصب روی دانشمون، تعصب روی ایدئولوژیمون، تعصب روی داشته هامون. به طور کلی ما هر بحث هر جایی که میره، این گستردگی هر جایی که میره، ما میخوایم اونو با علم خودمون انطباق بدیم، میخوایم با مسائل و دانسته های خودمون منطبقش بکنیم. احتمال داره دانسته های ما بسیار محدود باشه و نتونه اون گستردگی رو به اصطلاح در بیابه و انطباق کاملی بده. لذا اینجا چی میشه؟ دانستگی ما مانع میشه. قبوله؟ بنابراین یک ذهن گسترده محدود به داشته خودش نیست. این موضوع محدود به داشته های خودش، حالا علمی نمیدونم چی هر چی اسمشو بذاریم، نیست. ما رو باید با یه عظمتی منطبق کنن. ما خودمون هم نمیتونیم این انطباق رو به وجود بیاریم، زور زدنی نیست. ما رو باید منطبقمون بکنن، ما رو باید ببرن یک حدودی که نمیدونیم چیه و یک قضیه رو در ما جا بدن، اونم نمیدونیم چیه، درست شد؟ پس فقط یه چیز میدونیم، قرار محدوده فکری و ذهنی ما به وسعت هستی بشه. حالا چی میخواد بشه؟ بازم نمیدونیم چیه. پس ببینید راجبه یه دنیایی داریم صحبت میکنیم که همه شد نمیدونم چیه، درست شد؟ لذا به یک تعاریف مختصری اکتفا کردیم. اسم این قضیه هم اینتر یونیورسال از روز اول گذاشتیم. چی بگیم چی نگیم؟ گفتیم اینتر یونیورسال. اینتر یونیورسال یعنی محدوده فکری ما از محدوده قومی و نژادی و علمی و این و اون و محدوده، اصولا محدوده پذیر نباشه. ما هر آن آماده باشیم یک گستردگی رو باش برخورد بکنیم که ممکنه قبلا نمیدونستیم، کما اینکه نمیدونیم. اگر میدونستیم که دنبالش نمی اومدیم که، چون نمیدونیم اومدیم دنبالش، پس از محدوده علم ما خارجه.
از محدوده داشته های ما به طور کلی خارجه. آره ما دنبال ایدئولوژی رفتیم، هممون ایدئولوژی داریم، اما آیا در ایدئولوژیمون تونستیم جواب ها رو پیدا کنیم؟ بله؟ نه. اون کلی گفته، هنوز ما درکش نکردیم، همه چی رو گفته شده، ما هنوز نمیدونیم چی به چیه، هنوز به قول معروف اندرخم یک کوچه ایم. پس نمیدونیم، پس با چیزی که ناقصه چطوری بیام یه چیز کلی رو محک بزنیم؟ قبول یا نه؟ پس داشته ما ناقصه، قرار ما با یه داشته ناقصی، این میشه سنگ محک حقیقت. عملی این؟ آیا عملی ما با یک سنگ محکی که خودش ناقصه بیایم بخوایم حقیقتی رو محک بزنیم؟ میتونیم؟ نمیتونیم. با یک جسم نرمی میتونیم سختی یک جسم سختی رو اندازه بزنیم؟ میتونیم؟ معمولا مثلا فرض بکنید که ممکنه ما با یه تیکه الماس بیایم رو چند تا فلز و خط بکشیم، هر کدوم عمق خطمون بیشتر شد، یا حالا با سختی سنج داریم، سختی سنج برنل و راکول و اینا داریم که میزان فشار از چیزی رو میاد رو فلز، اندازه رو که فرو رفته ملاکی میشه برای مثلا فرض کنید سختی سنجی. حالا اگر که ما یه جسم نرمی داشته باشیم میتونیم روی یه جسم سختی نظر بدیم با این محکمون که این چه سختی چقدره؟ نمیتونیم. اون روی این اثر میذاره، این نمیتونه روی اون اثر بزنه، خط بندازه که ما بگیم خب این با این عمق شیار این بیشتر شد پس این نرمتر از این یکی، لذا اون چیزی که ما داریم، اون داشته ما بسیار ناقصه. و اینجا لازم میشه ما این سنگ محکمون رو بندازیمش کنار، بگیم بابا اینم نباشه بهتره، چون به کارمون نمیاد. حالا یه وضعیت خاصی پیش میاد، یه وضعیت خاصی پیش میاد که ما داریم میریم برای یک محک زدن، هیچی همراهمون نیست. نمیدونم میتونم منظورمو بیان بکنم یا خیر، چون اینجا یک بخش است واقعا مشکله. ما داریم میریم یه محدوده ای که هیچ کدوم از داشته هامون کاربردی نداره و به کار نمیاد، لذا وضعیتی که پیش میاد اینه که ما داشته ها رو رها کردیم، این خودش یه رهایی، تعصباتمون رو رها کردیم، رهایی است. تعصباتمون رو علم، روی نمیدونم چی، روی هوشمون، رو عقلمون، رو هر چی دیگه، فکرمون، صاحب فکر بودنمون، نمیدونم همه چیمون، تمام تعصبات رها شده، چون سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. خب اینا رو همه رو ول کردیم، داریم میریم خودمون رو به یک ماجرای بسپاریم که در این ماجرا خودشون برای ما گستردگی پیش بیارن. حالا نمیدونیم تعریفش چیه، انطباقش چجوری ما رو میخوان منطبقمون بکنن نمیدونیم. ما فقط رفتیم دیدیم که یه دفعه کلمون میشه به اندازه عالم هستی. خب دیدین که اونجا رو کشیدیم، دیدین که از این بر محدوده هاش به بی‌نهایت میرسه. و بعد گفتیم هر کاری میخواید بکنید اینجا داشته های ما به درد نمیخوره، خودمون انکارش کردیم، گذاشتیمش کنار، لذا دیدیم که یه انطباق هایی صورت میگیره. حالا سعی میکنیم که با یه چند تا تجربه از حرفیان بیرون نقل تجربه بکنیم و توی این نقل تجربه
برای دوستانی که ممکنه هنوز تعریف که من کردم کامل نبوده، مثلا رسانه نبوده، از طریق این تجارب بتونیم این توضیحاتمون رو چیکار بکنیم؟ تکمیل ترش بکنیم و ازش یه نتایجی بگیریم دوباره ادامه بدیم، یعنی با فهم بیشتر موضوع دوباره بیایم ارتباطمون رو بریم داخلش و حالا همجوری ادامه تا این موضوع رو به یک سرانجامی برسونیم به طوری که برای ما بشه یک پایه، برای ما بشه یک لول. یه موضوع دیگه خدمتون بگم در این راستا که اتفاق میفته، ما به تعاریف جدیدی از خدا رسیدیم. خدای قبلی ما در هر دوره که اومدیم، خدای دوره مثلا دو یه دفعه دیدیم خدامون وسیله است، اومدیم دوره دیگه دیدیم چیه، اومدیم در این اواخر یه دفعه دیدیم که حالا خدامون هم وسیله نیست، ولی خدای تیکه تیکه و پارچه پارچه است. خدای درون، خدای بیرون. خب گفتیم که بریم درون پیداش کنیم. یه مدتی عده‌ای در انسان‌ها کارشون اینه که میگن آقا بریم درون، همه چی درونه. بسیار. یه عده‌ای بیرون دنبالش میگردن. بعد اومدیم دیدیم که بابا خدا تیکه تیکه نیست. درون و بیرون مفهوم نداره. چرا قبلا داشت؟ ما مجبور بودیم قبلا بگیم که آقا بریم درون یه چیزایی، بریم بیرون برای یه چیزایی. اما امروز تموم شد اون ماجراها. امروز خدا خدای هست که یک پارچه هست، خدای تیکه تیکه نیست. خدای تیکه تیکه به ما پاسخ نخواهد داد تا ابد و در هم بگیم خدا، چون در واقع چجوری من مثال بزنم، اون چیزی رو که ما داریم، تعریفی رو که داریم، چیزی رو که صدا میکنیم، وجود خارجی، وجود خارجی نداره. اینا همه غلطه ها، اینا همش داریم میگیم چیزه، همچین چیزی نیست، ساخته ماست. گفتیم مثلا میگیم ای خدای آسمان ها، خدای آسمان ها، ای پدر ما که در آسمان هایی، و از اینجور تعاریف و از اینجور مسائل. نه تنها من، ما در بحث خودمون، در همه جای دنیا 7 میلیارد انسان با تعاریف ناقص، با تعاریف ناقص، با تصورات ناقص یک حقیقتی رو میخوان چیکار بکنن؟ تعریف بکنن و تازه ازش مرادم بگیرن، تازه یک محصلی هم داشته باشه. خب میبینیم که انسان دستش خالیه. حالا به طور نسبی خدمتون بگم، میبینیم که انسان دستش خالیه و چیز زیادی در اختیارش نیست. منظور وقتی میگیم چیز و انسان، منظور آگاهی است، چون چیز دیگه قرار نیست که بیاد. انسان در جسم فقط گفتیم میتونه به ادراکات برسه، فقط میتونه به دانستن برسه، نه چیز دیگری. قرار نیست که انسان نمیدونم ماه و ستاره خلق بکنه و نخواهد کرد. لذا حالا توی این مرحله هم تعریف ما از خدا باز هم تعریف دقیق تری شد. حالا تا بعدن تعریف باز هم دقیق تری پیدا کردیم. حالا لااقل اون چیزی رو که میخواییم بنامیم یا نمیدونم هر جوری بگیم، میخواییم یه جوری خودمونو بهش نزدیک تر بکنیم، به حقیقت یه مقداری لااقل نزدیک تر شد یا داره میشه یا خواهد شد. اینو قبول داریم؟ یعنی تعریف دقیق تر. حالا ما از نظر احتمال بیشتر در معرض امکان داره قرار بگیریم، چون لااقل چیزی رو که مینامیم لااقل به خود موضوع
نزدیکتر شد. پس ذهن ما هم که اونطوری، تعریف ما هم که اینجوری، درون و بیرون هم از بین رفت. دیگه برای ما مفهوم نداره. اگه یکی بگه درون، اینجا بهش میخندیم. اگه بگه بیرون، میخندیم. حالا به عنوان مثال دارم میگم، نه اینکه واقعا بحث مثال یا استهزا یا خدا نگه اینا باشه. منظور دارم میگم خدمت. دیروز آره برامون جالب بود که بریم درون. اما امروز دیگه اصلا همچیز برای ما وجود خارجی نداره و شما در بیرون وقتی این حرفا زده میشه و از این شعارها داده میشه، شما الان که نگاه میکنید میبینید که یه لبخندی خانقا به لباتون میاد که ما هم اینا رو طی کردیم و این مراحل رو پشت سر گذاشتیم و درون و بیرون رو چقدر سر ما رو گرم کرد. البته چاره ای هم نبود. خب پس با یک همچین ویژگی جدیدی اون ارتباطی رو که برای ما ایجاد میکنن میریم داخلش. هر چقدر ما این ویژگی رو بیشتر داریم رعایت میکنیم و از دانسته های خودمون، داشته های خودمون داریم بیشتر جدا میشیم، ارتباطی رو که در اختیار ما قرار دارن میدن برای ما قابل استفاده تر خواهد شد. نمیدونم این تیکر رو تکرارش بکنم. هر چقدر که ما این بخش رو که صحبت کردیم که یک بخشش جدایی از داشته های خودمون بود و بخشی هم که داریم صحبت میکنیم درون و بیرون و نمیدونم اینها، ازش بیشتر فاصله میگیریم، از ارتباطی که در اختیار ما قرار میدن ما بیشتر میتونیم استفاده بکنیم. درست شد؟ هر چقدر از داشته های خودمون، چون سنگ محک ما نمیتونه این حقیقت رو با مثال هایی که زدیم و توضیحاتی که خدمتون دادم نمیتونه، پس سنگ محک ما به درد نمیخوره. این سنگ محکی رو که ما میخوام باش حقیقت رو بزنیم، جنسش نرمتر از اونه، اون سختتر از اینه، اون روی این خط میندازه، این نمیتونه روی اون خط بندازه. حالا اساس دستگاه سختی سنج و اینا رو توضیح دادم خدمتتون که این مثال رو در واقع جا بندازیم. بنابراین این سنگ محکم رو اینجا به کاری نمیاد، بذاریمش کنار و بعد تعریفمونم از خدا هی همجوری داریم از تعریفای مکانیکی و فیزیکی و نمیدونم اون حرفا میان بیرون. درون بی‌معناست، بیرون بی‌معناست، جستن بی‌معناست. حالا به عبارت این جستن بی‌معناست، برای اینکه تا زمانی که داریم میگیم میخوایم پیداش کنیم خودش جای و محل اشکال هست. حالا چرا؟ با زمین توضیح. خب با این خصوصیات میریم تو ارتباط. هرچه این خصوصیت، مثلا این دوتا موضوع الان روش تاکید داریم، هرچه این دوتا خصوصیت ما بیشتر رعایت بکنیم، دست پرتر از تو اتصال میان بیرون. یعنی از این اتصال بیشتر میتونیم بهره برداری بکنیم و در واقع هرچه بیشتر این اطلاعات ما و مسائل ما میخواد دست پای ما رو بگیره، ما اونجا تطابق ما با گستردگی هستی کمتر میشه، داشته های ما رو محدود میکنه. هرچه دیدیم گسترده تر شدیم، بدونیم که بیشتر رها شدیم از داشته های خودمون، بیشتر از تمرکز فاصله گرفتیم، حتی تمرکز نداریم. تمرکز گفتیم یعنی زندانی شدن در یک محدوده، در یک جرم داره. خب چند نفر گستردگی رو تجربه کردن؟ دستشون رو بلند کنم. بله بله. خب حالا بقیه دوستانمون گستردگیش کم بود یا نه، یا اصلا تجربه نکردن؟ اگر گستردگیش کم بوده، مثلا فرض کنیم من این شکلی کشیدم اینجا،
یه شکل خنده‌داری بود. اینجوری در واقع گفتیم که فرض کنید یه همچین چیزی رو ما احساس میکنیم که مغزمون از طرفین گسترده شده به سمت بی‌نهایت. چند نفر اینو داشتن؟ خب حالا یه شکل دیگه کشیدیم، اینطوری. چند نفر؟ خب یعنی احساس میکنیم کلمون داره به سمت بی‌نهایت میره و محدوده نداره، در انتها محدوده نداره، درسته؟ حالا یکیه. بله اصولا ما میشیم کله، میگن کله گنده. کله گنده، دقت میکنید این کله گنده است، یعنی کله. یه حالت دیگهش اینه، منظورم که مشخصه که حالا تازه اینا محو میشه. ببینید این احساس گستردگی و فراخ شدن، میتونه دیگه حالا به اینا رو تعمیم بدیم، مخلوط اینا رو بیاریم از کار بکنیم، شامل میشه. موضوع اینجاست که فراخ شدن، گستردگی، خب وسعت. یکی دو تا تعریف از گستردگی داشته باشیم این مسئله حل میشه. خب از شکل و اینا این شکل رو تو ذهنتون نیارید، اصلا جاش ندید که این بشه. ما فقط در اینه که میبایست یه جوری به هم میگفتیم چی میخوایم بگیم، از این شکل استفاده کردیم. جان من که عرض کردم یه جوری که دیگه محدوده از دست میره، محدوده ای نیست، فراخ شدن، وسع. دوستان نگاه بکنن ببینن در مورد وسع و وسعت و این فراخ شدن آیه داریم یا نه. به نظرم میاد که داشته باشیم، به ذهنم آشناست که این مسئله وجود داره و در واقع نوید این وسعت رو به ما داده شده، یعنی باید باشه. حالا نگاه بکنیم ببینیم که چطوری. حالا اتفاقات زیادی میفته، توی این گستردگی اصولا ما گم میشیم. یعنی یه اتفاقی میفته، اتفاقی که میفته ما توی این عظمت گم میشیم. وقتی گم شدیم تازه پیدا میشیم. چرا؟ چون به اصطلاح توی این گم شدنه تازه متوجه میشیم که بابا ما اصلا در مقابل این عظمته. لذا تازه پیدا میشیم، تازه متوجه میشیم که چیکار بکنیم، چیکار نکنیم و خیلی چیزای دیگه. یه جایی در بحث گستردگی به تجاربی میرسیم که اینها توش یه جورایی اونجا شاید بتونیم فقط راجبش، نمیگم صحبت کنیم، راجبش اون درک رو پیدا بکنیم. تو اون عظمت دیگه اصلا فرصت طرح سوال نیست، تو اون عظمتی، تو اون فضا فرصتی برای طرح سوال نیست و در واقع سوال نکرده جوابها نمیدونیم چجوری بخوایم بگیم. تو دنیای از جواب، حالا جواب بدون سوال چجوریه، اینا هم باز خودش جای حرفه. قوتوری پیش میاد و به هر حال انشاءالله میریم تجربه بکنیم ببینیم که چطوریه این قضیه. همین که شما احساس فراخ بودن، گستردگی، وسع روزی، آسمانی منظورم البته هست، این وسع روزی آسمانی رو داریم، تمومه. الان تو این فضا قرار گرفتیم، از اینجا دوباره تا بی‌نهایت این مسئله ادامه داره. توش ممکنه اولین قدم بخوریم یه دفعه اون حیرت پیش بیاد، ممکنه ده قدم اونورتر، به عنوان مثال ممکنه در قدم به قدم یه سری چیزای توش باشه. پس ما در وادیش قرار گرفته باشیم تا روی ما جراحی انجام بدن، جراحی خاصی که ما رو منطبق کنن، انطباق بدن،
یه جراحی غیر فیزیکی که ما رو اونجا جامون بدن، یه جوری نمیدونم انطباق برای ما ایجاد بکنن، یه کاری انجام بدن که اون کارها برای ما ماحصلی داشته باشه. عرض کنم خدمتتون که خب تمام اینا رو که من کشیدم گفتم، حالا به شکلای توضیح دادم، همه اینها همینا رو تجربه کردم، تجربه شده، یعنی اینجوری شو اون تو گستردگی این داو و بدون محدوده شو. و اینی که حالا چیزهای دیگه هم به اصطلاح توی محدوده، نوع دیدن و یک محدوده های دیگه که باید یواش یواش بریم صحبت بکنیم. برای همین که من میخوام در از اطلاعات جاری استفاده کنیم، یه دفعه نپریم جلوتر، یه دفعه یه صحبت هایی نکنیم که چیز باشه، ابهامات جدید ایجاد کنه، هنوز در یه سطح سطوحی رو حل و فصل نکردیم، بریم حالا یه حرفای دیگه بزنیم. بنابراین بخش بخش از این ماجرا رو میاریم رو، در این حد الان با هم مشترکیم، یعنی در این حدشو که آره یک فراخی است و گفتم که فراخی وسع و روزی، اینو من از اونجا گفتم، هنوز اطلاع ندارم انطباقش، چون معمولا مثل همه موضوعهای دیگه همون همینطوریه، یعنی اول چیز میکنیم بعدن متوجه میشیم که اینجا گفته وسع و نمیدونم روزی و این حرفا، تازه متوجه میشیم. خیلی ها رو من شنیدم میگن که ببین ما همین ثروت ما دلیل و استنادشون به این قضایا اینه که ما خوبیم که بهمون داره میده، از زمین و زمان داره برامون میریزه. اینو خودتونم حتما شنیدین، استناد میکنن به همین مطلب که ببین ما خوبیم، ما دلمون صافه پاک، ببین همینطوری میریزه، پول روی پول داره میاد. یک موضوع دیگه اینه که خود اون قضیه جام جهانما هست، موضوع اینجا انطباق با جام جهانماست، انطباقی است که با جام جهانما میتونه پیش بیاد، یا لااقل در رسالت انسان هست که خودشو انطباق بده با این جام جهانما. فرق نمیکنه دیگه، اینا همشون دقیقاً یک مسئله است، یک قضیه است. در واقع تو این گستردگی خیلی از مسائل باید حل بشه، یعنی همینی که ما در فضاش قرار گرفتیم، این دیگه خودش این فیلد رو داریم، حالا چطوری ازش استفاده بکنیم موضوع صحبتهاییست که میخواهیم با هم داشته باشیم. اینه که من چند بار تکرار کردم که چکچی به اصطلاح در یک شرایطی ما حد اکثر استفاده رو میتونیم داشته باشیم، توی همین برمیگرده به همین صحبت من. بین ما و این ماجرا یک تار موه و یک لحظه میتونه دید ما کاملا عوض بشه و همه ماجرای کمال به نحوه دیدن ماست. این مرکب، حالا راجب نفس صحبت میکنیم، راجب نفس صحبت میکنیم و مسائل پیش میاد، مرکب پیش میاد، نمیدونم حالا همه این قضایا، مرکب و روح الله و نفس و این چیزا که الان اینجا داره میاد، متوجه میشیم این حرکت مال مرکبه، ولی یه ماجرایی هست که اینه که سوار این مرکبه در یه لحظه میتونه به جای اینکه این ستون رو میبینه اصلا یه چیز دیگه ببینه. و در واقع همه ماجرا سر این نحوه دیدنه و اینه که داریم میریم بالا، میریم میگیم حالا اسلام میریم بالا، به وسط هستی میرسیم که بعد بتونیم بیایم این ستون رو تازه ببینیم ستون یا ستون نیست، یعنی ببینیم تا میریم تا کجا، بعد برمیگردیم تازه میخوام ببینیم که این ستونه یا ستون نیست. اگر خاطرتون باشه اشاره داشتیم که ما اتصالای مختلفی داریم، درسته؟ اتصالای زیادی رو، اتصال قونی، اتصال نمیدونم چی، همینا رو داریم دیگه، صدها شاید هزاران نمیدونم نوع اتصالای مختلف، و در واقع اینها تار و پودهایی رو دارن تعریف میکنن.
یه مثالی که من به ذهنم اومد مثالو مطرح کردم، مثل عمل اومدن خمیره. از زمانی که آب و آرد رو میریزن، اینو میزنن و از این ور و از اون ور و اینا، بعد دیگه میشه شونه خمیر. شونه خمیر رو داده با وردنه میفتن جونش و هزار تا چرخ و فلان و بیسار این حرفا، تا این اون شکلی که میخواد پیدا بکنه. اتصالات روی ما همین کار رو میکنه، کار وردنه و کار و چرخ دادن و کار اینوری و اونوری و نمیدونم، انقدر رو ما این کارا رو میکنه تا ما رو آماده بکنه. آماده برای چی؟ همین کارا رو میکنه که وقتی اومدیم رفتیم مثلا تو ارتباط گستردگی، مثلا خب سریعتر ما رو اون فرمه رو گرفته باشیم، حالا شطلب به چسبونم اون تو تنور برای اینجا. مثلا فرض کنید که تنور چی کار میکنه؟ تنور کار تنور چیه؟ تازه آتش میگریزی، ترش و خامی چون خمیر، آخری باید به تنور ختم بشه. همین کار رو کردن، زدن، آوردن، بردن، چیکار کردن. حالا این تنوره که معنا میده، معنا میده به خمیر. تنور نباشه همین کارهای گذشته ما چی بوده؟ بیاصل بوده. حالا یه موقع از تنور در میارن، تازه میخوان یه چیزی میارن و یه چیزی بذارن لاش ساندویچش کنن، تازه میشه یه کار دیگه ای صورت میگیره. خب تازه این میخواد بره در خدمت رشد قرار بگیره. حالا نون شد و پنیر گذاشتیم لاش و سبزی گذاشتیم و یا ساندویچش کردیم یا حالا نمیدونم همه کاری کردیم، اینم یک مرحله است. حالا اومده میخوایم بخوریم که چی بشه؟ ایجاد رشد بکنه. خب پس ببینید پله 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 در یه جایی میبینید که مثلا ارتباط گستردگی خودش تنوره. همین کارا رو کردیم، دویدیم و این اتصال و اون اتصال و حلقه وحدت و نمیدونم فلان و کنترل ذهن و تمام این چیزا، تازه اینجا یک تنوری میخواد پیدا بشه، معنا بده، مفهوم بده، بگه کاری که تا اینجا کردین برات اینو تازه داد. درست شد یا نه؟ منظورم رو رسوندم؟ یعنی حالا اخو از این در میاد بیرون، اون وقت یه ماجراهای دیگری سر را خوابیده. لذا این چیزهایی رو که فرمودین، شما فرمودین، موضوع تار و پودها رو یک جای آگاهی های میاد به ما میخواد بگه که بابا کارهایی که داره میشه مثل بافتن یه قالیه، تاری باید باشه، پودی باید باشه، میلیون ها گره و بعد بکوبن تو کلش، درسته یا نه؟ قشنگ جاوجه دوباره، سه باره، چهار باره، تا اون گرهه اگر که بریم ازش سوال بکنیم مثلا شعور داشت، و شعور که داره، یعنی مثل ما زبون داشت و بعضا مثل ما میگو من نمیدونم، گرم که زدیم، بعد تو کلم هم که میزنیم چی کار میخوایم بکنیم؟ درست شد یا نه؟ آخر سر معلوم میشه که این گره ها برای چی بوده و این تو سر زدن ها برای چی بوده. هدفمندی، یه قالی نشانه اینه که هدفمند حرکت شده، سازمند حرکت شده، همه چیزش گواه اینه که هدفمند بوده، سازمند بوده، دیمی نشده. یعنی میدونستن که این میشه یه قالی، یعنی اولین بار که یه قالی، یه طرح جدید، یه چیزی، قالی باب میدونه که این چی میشه، طرحش برای اون زنده است به نوعی. خب حالا ماجرای ما هم همینطوره، ماجرای آدم به طور کلی این قضیه رو به دنبال خودش داره. توضیحات فکر میکنم که کافی بود. بله، متوجه شدیم که یه خبرایی هست و ما بیخبریم. متوجه شدیم یه ماجرایی رو توضیح بدیم، برمیگرده به پله عشق که پله جدایی از سعی و کوشش و تلاش و ایناست. به زور زدن نیست. هر جایی زور بزنیم
نتیجه‌ای حاصل نمیشه. و یک مسئله است که یک سهمی داره که سهم ماست، یه سهم گسترش و برکت داره از بالاست، یه مقدار شما سرمایه گذاری باید بکنیم که بحثی درش نیست و تزاید و توسعه و رشدش و دوباره اونم به یه شکلایی کمک میشه. ولی فراموش نکنیم قدم اولیه رو ما باید طالب باشیم، طالب باشیم. مثالایی هم زدیم در ترم دومون، گفتیم اگه بگن هفته دیگه این حواله ماشین هفته دیگه تحویلش میگیره، تو این هفته ما شوقمون برای اون ماشینه چطوریه؟ همین تجربه موضوع رو معلوم میکنه در رابطه با کمال و اندیشه کل و نمیدونم عالم حالا هرچی. این مثال اونجا میتونیم بزنیم، ولی بالاخره ما نقش اصلی اینجا ما ایم که طالب شدیم، ما طالب شدیم که واجد شرایط شدیم. برای واجد شرایط شدن باید طالب بشیم، مشتاق بشیم. حالا میشه واجد شرایط؟ خب ما گفتیم عاشق اون که نمیتونیم بشیم، که او باید بیاد عاشق ما بشه، لذا ما سهم خودمون رو باید بیایم، اون یه قدممون رو بیایم که اون هزار قدم مثلا بی نهایت قدم بیاد. ما میگیم تبعات عشق، شور، وجد، سرور، حیرت، تعجب، شیفتگی، همینا جزء تبعات عشقه. شور جزء عشقه و این شور و حد و لیمیت شور و شیفتگی و نمیدونم اینها رو ما نمیتونیم دقیقا معلوم کنیم، بگیم تا کجا شوره تا کجا بعد شیفتگیه. همون شور خودش میتونه شیفتگی هم معنی بشه، یعنی شوره و شوق یه قضیه همون شیفتگی باشه. همه چیز با خواستن شروع میشه، این یه صحبت دیگه میشه، همه چی با خواستن شروع میشه. اونجا که من خدمت دوستان گفتم اون جایی است که من اومدم تو، اینجا وادی عشق، زور زدن مفهومی نداره، تلاش مفهوم نداره، ولی من میخوام با زور زدن اینو به دست بیارم. این ارتباطی به شور من نداره، به شوق من نداره، این ارتباط به تبعات عشق به طور کلی نداره. یک مداخله است که از اون وادی روی این وادی صورت میگیره و در به اصطلاح کلیت قضیه چیزی ایجاد نمیکنه. مسئله این که من شور من عاملی است که اصلا بیام توی ارتباطی، شوق من عاملی است که بیام، نمیدونم. حالا اینا دیگه لیمیت شور و شیفتگی رو هیچ کس نمیتونه تعیین بکنه. در مورد بحث مسئله فرزند، حالا در مورد نفس صحبت میکنیم، در مورد مسئله شهوت، مسائل دیگری هست، مسائلی که توی نهاد هست، اصل تمایل به لذت، نهاد داره زور میزنه و این بر یه عرابه را افتاده، شهوت که وجود نداشته، که این عرابه وقتی را بیفته میل جنسی رو ایجاد میکنه. تا زمانی که راه نیفتاده، خب تا زمانی که راه نیفتاده میل جنسی نیست، زمانی که راه افتاد میل جنسی جزء لاینفکشه. یعنی وقتی قلب سالمه، مغز سالمه، کبد سالمه، خب اعضای تناسلی حتما میل جنسی رو ایجاد میکنه. یعنی میل جنسی پاداشه، پاداش سلامته، سلامت روان، ذهن، جسم. حد در روان یک کوچکترین اشکال پیش بیاد میل جنسی از بین میره. یعنی الان شما برسید تو حال یه نفر رو بگیر، در اون لحظه این قضیه سیل میشه، یه خبر بعدی بیاد، ذهن دچار هر جور اختلالی بشه و مغز، قلب، سیستم گردش خون، دعا
دچار اشکال بشه میل جنسی نخواهد و بحث مفصلی. لذا مرکب، حرکت مرکب، سلامت مرکب یعنی پاداش، پاداش یعنی نیاز، نیاز اینو میاره، این از این ور اینو میاره، نهاد از اون ور از میل مثل اصل تمایل به لذت رو میاره. درست شد یا نه؟ نهاد. حالا اینا باید تعریف بشه تو مسائل نفس، انشاءالله بیایم تعریف میکنیم و شما ماجرا رو به یه صورتی اون وقت دنبال میکنیم که میایم میبینیم نه، خود شکن آینه شکستن خطاست، ماجرا چیز دیگه است، قضیه اصلا یه چیز دیگه است. این مرکب رو افتاده، یکی سوار شده، خب یکی سوار شده، حالا میگم صحبت بکنیم، این مرکبه، این مرکب و ازا سویتو نفخت و فیه من روی، وقتی این مرکب رو ما استوارش کردیم، ساختیمش، نفخت و فیه من روحی، اینو دمیدیم بهش و بعد از اون و نفس و ما سواها، نفس رو ما قرار دادیم، نفس رو از عالم پایین، یعنی این را بیفته نفس ایجاد میشه، نفس خدا نداده، گفت که اومدم از دنده چپش گرفتم و اینها، اینها رو باز میکنیم. مرکب را بیفته نفس، حالا به چیزایی که میبینیم نرم افزارهای مختلف شروع به کار میکنه، نرم افزارهای متعددی شروع به کار میکنه و این ماجرا رو داره. نفس سوار این دو چیزا هست، کالسکه ها، نفس داره این مرکب رو میرونه توی به اصطلاح کابین اصلی، سلطان نشسته، آخر میرسه در رو باز میکنن سلطان میاد پایین و این سه تا ترکیب رو ما داریم و بایستی ببینیم که ماجرا قرار چه اتفاقی بیفته. اینه که با شما صحبت میکنه، این کیه؟ چی رو داره حمل میکنه و مرکبش چیه؟ و اینها رو بیایم ببینیم که قضیه از چه قراری است. مشکل ما این میل جنسی نیست. کما اینکه اگر کسی میل جنسی نداشته باشه مشکلش حله؟ نه. و اصلا به طور حالا ما یکیش به عنوان مثال داریم خدمتتون میگیم که عرض کردم تو بحث نفس با هم مفصلا صحبت میکنیم و چون یکی از بحث هاییست که بازش میکنیم. منظور اینه که مشکل در اینها نیست و به اصطلاح مشکل در کاربری است. من فعلا الان یک کلمه بگم، مشکل در کاربری است، مشکل در نحوه کاربرده، مشکل در نحوه استفاده است. همون ماجرای خود شکن آینه شکستن خطا است و اونجا میایم متوجه میشیم که موضوع استفاده نابجاست، کاربرد غلطه. همون تیغ جراحی است که هم میتونه بکشه هم میتونه نجات بده و تمام چیزایی رو که ما داریم حتی در نفسمون هم میتونه عامل وحدت ما باشه هم میتونه عامل کسرتمون باشه. همه اینها میتونه هم در خدمت باشه هم علیه باشه و اینا رو با هم بررسی میکنیم متوجه میشیم. اما اون لیمیت و مرز بندی و اینها اونا رو مثلا سازگار نیست با این صحبته که ما به سلاب میکنیم. خب بیایم سراغ موضوع ارتباطمون. البته دیگه حالا همینا موضوع رو تکمیل و تکمیل تر کرد. خب ما در ارتباط هیچ پیش ذهنیتی نداریم، دنبال هیچ چیزی نیستیم. توجه میکنید خمیرمایه اولیه رو ما اومدیم آماده کردیم، کارهامونو کردیم، الان توی تنون زدن برای یک ماجرایی و اینجا فقط ما میریم تو ارتباط، بقیهش دیگه با ما نیست که بخوایم زوری بزنیم تلاشی بکنیم و دانستامون هم به دردمون نمیخوره. و الان ببینیم چیکار میخوایم بکنیم، چشما رو ببندیم و بریم دنبال تجربه.
خیلی ممنون، متشکر. خب دوستانی که ارتباط رو متوجه شدن دستشون رو بلند کنن. بله بله بله، خیلی ممنون، متشکر. همون ارتباط گستردگی بود دیگه. حالا دیگه بعد ببینید، ما که وقتی میریم توی ارتباطی توی مثلا حالا توی این وادی دیگه مرتب مسائلی رو باش توی این وادی برخورد میکنیم. جانم الان دوست داشتم سما باشه، دوست داشتم طلبش باشه، ولی خب چون جو کلاس بود سعی میکردم یه کنترل ایجاد بکنم، ولی اینا بود. دوست داشتن ما اینجا الان چیز نیست که مثلا فرزند ما دوست داشته باشیم سما باشه، نه، ما باید ببینیم چی دارن اجرا میکنن. بله، نه، اون که حالتی میاد که اینجا بله. ممکنه با همه تجارب، حالا شما میفرمایید که قبلا این بوده، ما اصلا چیزی بر اهمیتی نداره که بگیم نبوده بوده یا اصلا ایناش مهم نیست، حصول بله نتیجهش مهمه. بله، ببینید یه فرقی که اینجا داره که قبلا تجربه نکردیم اینه که اینجا الان همه چی از اونجاست، هیچی نیست که ما بگیم ما دوست داریم این کار بشه، دوست داریم اونجوری بشه. نه نه، دوست داشتن ما نه، به طور کلی همه ماجرا دقیقا داره از اونجا انجام میشه، از اونجا، و در نهایت انطباق ما با این گستردگی یه چیزایی رو ایجاد میکنه که دنبالش هستیم. پس حصول نتیجه رو در واقع الان میخوام بریم بهش برسیم. خب حالا البته اینجا هم دیگه ممکنه یه جای رفت آمد باشه، برم بیان، نمیدونم شرایط مناسب نباشه، حواسمون پرت بشه، ولی خب خارج از اینجا جاها زمانهای مناسب در نظر بگیرین که این ارتباط رو حد اکثر استفاده رو ازش بکنیم و داشته باشیم. ما تو این تجاربمون در تجاربمون متوجه شدیم که یعنی همین چیزی که اومد که بعدن ما اسمش رو گذاشتیم نمیدونم تششع مثبت مثلا یک، مطلع شدیم که انسان میتوانسته حالتی داشته باشه که گره هایی رو که برای او ایجاد میشه، گره هایی که بسته میشه و ناشی از ناآگاهی انسان هاست، این گره ها رو باز کنه بدون اینکه عدالت به هم بخوره، بدون اینکه نقض عدالت شده باشه و بدون اینکه پارتی بازی شده باشه، بدون اینکه هیچ کدوم از این چیزا در واقع تحت شعاع قرار گرفته باشه. و این امکان رو متوجه شدیم که همیشه میتونستیم استفاده بکنیم، یعنی در اختیار انسان بوده. و بعدا برخورد کردیم به این موضوع که در هر کاری استخاره، یا قبل از هر کاری هم چیزیه، قبل از هر کاری استخاره بکنیم. اون برداشتی که ما کردیم اینه که از اون جایی که امکان طلب خیر رو داشتیم و داریم، مفهوم استخاره هم طلب خیره، درسته یا نه؟ استخاره طلب، بله، اختیار در واقع خیره. و متوجه شدیم که درسته و قبل از هر کاری، قبل از انجام هر کاری بایستی طلب خیر بکنیم، طلب خیر داشته باشیم و وجود ما بر مبنای طلب خیر پایه‌ریزی بشه و حرکت بکنه و همین چیزا جدا از طلب خیر نباشه. چرا؟ خب استخاره درسته، اما استخاره به چه معنایی؟ به معنای طلب خیر درسته، چون از اون بر اومد گفت که فعلما فجورا و تقواها، و نمیدونم گفت که اختیار بکنید، درسته یا نه؟ اختیار از ما خواسته. حالا بحث اختیار پس دیگه نقض نمیشه، لذا نمیشه از اون بر بگه که
به اصطلاح اختیار دارین، از این ور بگه که قبل از هر کاری استخاره کنین. این اونو چیکار میکنه؟ نقضش میکنه. اگر مفهومی بیاریم بذاریم که همین چیزیست که از موضوع استخاره برداشت میشه، نقض هم دیگه هستن. لذا ما مفهوم استخاره رو به مفهوم همون تشعشع مثبت مثلا خودمون معادل و یا طلب خیر کردن در واقع فهمیدیم و انطباق داره، هیچ چیزی هم نقض نمیشه. حالا دیگه اون بقیه که استفاده که عام و ترجمه رو که عام دارن از این مسئله به استفاده میکنن، خب اون دیگه یک بحثیست که خودشون باید اینا رو انطباق بدن و پاسخ بدن. از نظر ما موضوع اینطوریست و تشعشع مثبت یکمون معادل استخاره است، معادل طلب خیره. چیزایی رو که در این وادی بشه پیدا کرد بی نهایت، تعریفی باز نداره. مثلا فرض کنید که در اونجا این گم شدن ما پیش میاد، داریم میریم که گم بشیم، توجه میکنید؟ مثل یه نفر که توی شهر کوچیکی زندگی میکرده، حالا دلو میزنه دریا، میاد توی شهر بزرگی، میاد توی شهر بیدر و پیکری مثلا مثل تهران، توی این خیابونا خودشو رها میکنه. لذا ما در واقع تازه داریم میریم که گم بشیم، میریم که در یک عظمت گم بشیم. و بعد توضیح دادم، منتها بیان من خب متاسفانه ناقصه، نمیتونه، هرچی زور میزنم نمیشه که بگم که چی میخواد بشه. بعد وقتی گم شدیم، خیلی از مشکلات ما به خاطر اینه که پیدا هستیم. چون پیدا هستیم منیت هست، چون پیدا هستیم خیلی از مشکلات وجود داره. مشکلات اینه که اصلا نمیتونیم یه لحظه در واقع مظاهر عطف به خود رو که در نهاد هست، عطف به خود و خودشیفتگی، لحظه نمیتونیم ازش فاصله بگیریم. و هر جا که هستیم اون من رو، منه خودش یه قدریست و میپره وسط و همه کار ما رو خراب میکنه. ولی تو این گم شدنه اون خیلی ضعیف میشه دیگه، اون چیز خودشو، اباحت خودشو از دست میده. و توی این وادی وقتی به حیرت و به سرگردانی افتادیم، متوجه میشیم این منه زیاد همچین اباحتی هم نداشت، بیرنگ میشه. بیرنگ شدن اون یه چیزایی رو به دنبال میاره، مسائلی رو به دنبال میاره و خود تأثیرهای غیر مستقیم هم به عنوان مثال روی بحث ذهن. الان کلی از انرژی ذهنی ما صرف پرداختن به این منه میشه، به این بوته میشه. ولی وقتی اونجا متوجه شدیم که این همچین ابهتی هم نداره و گم شد و این هم محو شد، انرژی ذهنی که ما صرف مسائل منیتی میکنیم همه ذخیره میشه، به طور غیر مستقیم کمک میشه. دوباره وقتی این بوته، اون ابهتش ریخ، دشاردش هم تحت تاثیر قرار میگیره، دیگه اهمیتی نداره کسی استعزاش کنه. دقت میکنین؟ چون چیزی نیست، حالا چون چیزی نیست کسی هم استعزاش بکنه. اون کلو که دیدی این به خطری نمیفته در استعزا بینه، اما الان به شدیدن به خطر میفته. لذا رو کنترل دشارت اینجوری اثر میکنه، رو کنترل ذهن اینجوری اثر میکنه، نه به مستقیم، به طور غیر مستقیم همه این چیزها کمک میشه بهش. استاد ببخشید، در اون حالت حالت شعور هم دادم؟ بله، حالا دیگه بحث کلن توی این وادی، اون وقت توی این انطباقی که صورت میگیره، هرچی بیشتر منطبق میشیم دریافت ما بیشتر میشه. انتظار داریم که ادراک ما از هستی بیشتر بشه، یا قدرت ادراک ما رو به افزایش بگذاره. ما برخورد میکنیم از گفته عرفا
مبنی بر گم شدن، چون که بحث گم شدن، یه وقت گم شدن منظور گمراهی است، یه منظور دیگه داره مسلما در مورد اینا که این مرحله رسیدن دیگه صحبت از بحث گمراهی نیست، نمیخوام بگم من گمراهم. یه بحث دیگه بحث حیرت و به اصطلاح صحبت از افتادن به اون دریای حیرته. خب به دریای فرو افتادم که نه پا و نه سر دارد، به دریای فرو رفتم که نه پا و نه سر دارد. یعنی میبینید که حالا به یه شکلهایی دارن صحبتهایی میکنن، یه مطالبی رو گوشزد میکنن که ما بعد از این تجاربمون ممکنه بهتر بدونیم که چی گفتن یا چی میخواستن بگن، بهتر بتونیم درک بکنیم این گفته ها رو و ازش استفاده بکنیم تو این انطباقهایی که لازم داریم. خب یک دقیقه سکوت برای رفتگان، تششع مثبت 2. خیلی متشکرم، سپاسگزار. خب دوستان یه افطاری مختصری داشته باشیم، ادامه بدیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک کوی میکده کهل بصر توانی کرد. ماجرای میکده ماجرایی است که در اون شارژ مثبت صورت گرفته، تششعات مثبت زمینه اصلی تششعات اونجا رو تشکیل داده و در واقع شارژ شعوری شده، شارژ شعوری مثبت شده و این شارژ شعوری محسوسه. در مورد شارژ شعوری اونا هم که صحبت کردیم، حالا تا سر فرصت برگردیم دوباره بهش نگاه بکنیم و به سوالاتمون در اون مورد پاسخ بدیم و خلاصه بازنگری بکنیم. فعلا در این حد اینه که پس میکده جایی است که شارژ شعوری شده. این در عرفانمون صحبت میشه، مسئله میکده جایی است که اونجا دیگه اون تششع مثبت، اون شارژ شعوری مثبت انجام شده و شعور زمینه شعور خاصی است. حالا این به هر حال به طور کلی تو تعریف کلیش راه دور، نه نزدیک. راه نزدیک توجه میکنید، راه نزدیک این قضیه رو دنبال بکنید، روی مکان، روی قضا، روی به اصطلاح مسائلی که هست. ببینید آدم ها میشه همون ارتباط فرادرمانی، ارتباط تششع مثبت، ارتباط اونا میشه چون آدم بله اونا میشه همون ارتباط هایی میشه که در موردشون داریم به کار میبریم دیگه. شارژ شعوری مفهوم اونجا نداره. خب شارژ شعوری هر به اصطلاح هر ذره ای، هر مکانی، هر جایی امکان این که ما روی اون شارژ به خصوصی داشته باشیم وجود داره. این شارژ هم به طور طبیعی انجام میشه، افرادی که به طور طبیعی در این مکانی رفت آمد میکنن اون مکان رو شارژ شعوری میکنن، مثلا دارایی، شهرداری، بیمارستان، نمیدونم هر کدوم از اینا شارژ شعوری خاص خودشو داره. مثلا بریم توی داروخونه، فضای داروخونه شارژ شعوریش با یه جای دیگه فرق میکنه، بیمارستان، جای مختلف. این به طور طبیعی این کار صورت میگیره، اما به طور غیر طبیعیش اینه که ما به اصطلاح اون شارژ رو جای پیاده بکنیم. مثل حالا راه نزدیک رو شما کار بکنید تا بعداً صحبت بکنید. حالا این موضوع به عبارتی شما میتونید بگید که به عبارتی یه جور پاکسازی هم هست دیگه، تششع منفیشو میشورید جاش تششع مثبته. به عبارتی دیگه، به یه تعبیر دیگه میتونیم بگیم
ما اون تشعشع منفی محیط رو میشوریمش و تغییرش میدیم. آخه هفته جلسه قبل میگم، هفته قبل جلسه قبل اون، حالا بازم راجع به صحبت میکنیم. امروز یه موضوع دیگر هم مورد بررسی قرار بدیم، از موضوعات ظاهرا ساده ولی خیلی همچین مهم و دامنه دار و وسعت داره. کنترل تشعشع منفی 4. خب کنترل تشعشع منفی 4 در مورد نفرین، تشعشع منفی نفرین. خب ظاهرا ساده است، اما پشت قضیهش رو وقتی میام صحبت بکنیم موضوع ساده ای نیست. و یکی از اثرات تخریبی نفرین روی ما مثل جنگ الکترونیک هست که در واقع روی ما یا به هر حال روی افراد یک پارازیت تشعشعی، پارازیت شعوری میاد و سیستم ما رو مختل میکنه. یک پارازیت، من اینطوری میتونم بگم که پارازیت شعوری یعنی همون تشعشع منفی در واقع دیگه. این پارازیت شعوری میاد سیستم ما رو مختل میکنه و درصد قابل توجهی از مسائل تخریبی روی ما ناشی از این مسئله است که در واقع به نوعی ما درگیرش هستیم. من اول کلیاتو میگم، بعدن برمیگردیم بیشتر بازش میکنیم. اما حل و فصلش مثلا فرض کنید چیز دیگه نیست. ما دیدیم که مثلا فرضاً تشعشع منفی ناشی از سحر و جادو اینا رو اینجوریش میکنیم، اما این در این مورد اینجوری نیست. ماجرا برمیگرده به یک قضایای دیگری که کسی که این کار رو کرده، نفرین رو کرده، حالا کاری نداریم خودش به نوعی درگیر تشعشع منفی میشه، یعنی تولید کرده، اما در پاره ای از مواقع در این مسئله به دنبال مثلا احقاق حق و به دنبال نمیدونم ظلم و عدل و نمیدونم اینجور مسائل رخ داده و کسی که مورد نفرین قرار گرفته حقش بوده که مورد این قضیه قرار بگیره. به نوعی این مسئله میبایستی گریبانشو میگیره، درسته؟ مثلا شما فرض کنید میرید یه جای غذا میخورید، حالا توی مخصوصا تو راه و اینها میبینی که یه چیزی آورد به اسم غذا داد بهتون، درسته؟ بعد شما بالاخره سر گردن است تو راه نمیدونم چیه، حالا میخورید و بعدم میاد بیرون یه نگاه نفرت آمیزی هم میکنید و یه دوتا نفرینش هم میکنید و میاد بیرون. خب این مسئله برای ما خیلی محسوسه ها، ممکنه ظاهرا شوخی تلقی بشه، ممکنه ظاهرا زیاد ما جدی نگیریم، اما خیلی مسئله مهمیه، مسئله با اهمیتیه. حالا فردی که مورد نفرین قرار گرفته به نوعی استحقاقشو داشته که همچین پارازیت تشعشعی وجودشو بگیره، منهای اینه که اون کسی هم که نفرین میکنه خب خودش هم درگیره دیگه، اومده فاز منفی نمیدونم چی، حالا اون به کنار، ولی این بخش قضیه میبینیم که فرد استحقاق نفرینش رو داشته و حالا همون اجازه بدیم. پس میخوام بگم که ما با یک مقوله سر و کار داریم که مقوله پیچیده ایه، مقوله ساده ای نیست. یک موقع هم میبینید که این مسئله نه بی پای و اساسه، من ذهنیتم راجع به کسی مبنی بر یک سوء تفاهمیه و فکر میکنم که من ظلم میکرده نفرینش میکنم، اما پارازیت تشعشعاتی رو من ایجاد کردن، این پارازیت، این موشکه شلیک شده دیگه، حالا فرمانده این دکمه رو فشار داده اینه که
جنگ بر حق بوده، ناحق بوده، چطور بوده، این موشک میاد میزنه. علت زدنش هم اینه که ما رو گذاشتن که یخه همدیگر رو بگیریم یا نگیریم. دوباره ممکنه که بگه پس عدالت خدا کجا رفته، پس نمیدونم چرا. ولی ببینید درگیری هایی که ما برای خودمون درست میکنیم تر و خشک با هم میسوزن. اینقدر میسوزن تا یه روزی آگاهیشون بیاد بیم بالا که با یخه همدیگر رو ول کنیم. تا زمانی که آگاهی به اون سطح نرسیده تر و خشک با هم میسوزن. دوباره نگیم پس عدالت الهی کجاست و اینها. مثل خیلی از قضایای دیگرمونه که با هم کم و بیش صحبت کردیم. حالا اگر قرار باشه ما کنترل تششو منفی 4 بدیم که این پارازیت تششو از روی فرد پاکسازی بشه، به این سادگی نیست. یک بخشش اگر بی خود آمده باشه، سریعا اینجا من معنوی یه پای قضیه است. اگر این کنترل تششو منفی رو که ما میدیم بی خود آمده باشه، منهای معنوی باید با هم حل فصل کنن، میدونن که منهای معنوی میدونن که این نفرین بی خود صادر شده بود و اونها میدونن مجوزهای لازمه رد و بدل میشه، من معنوی به راحتی این مسئله رو پیاده میکنه. اما اگر که نه، بی خود نبوده باشه و دلایلی پشت این ماجرا باشه، دوباره من معنوی باید بدوه و بدوه و بدوه، انقدر این دوندگی رو بکنه تا زمانی که بتونه رضایت رو و این مسائل پشت پرده قضیه رو حل و فصل بکنه. بنابراین این کلیت قضیه پس اینه که یه پای این قضیه من معنوی ماست که شفاعت باید بکنه، باید به عنوان یک وکیل وارد ماجرا بشه، نمیدونم، و خلاصه این کلی کار در پشت پرده صورت بگیره تا دست از سر ما بردارن و این مسئله حل و فصل پیدا بکنه، به طوری که عدالت الهی هم چی؟ نقض نشه و نفرینی که به جا در واقع فردی حق داشته در اون لحظه نفرین کنه. جانم بفرمایید. تمام اینا حل و فصلش از اون طریق به اون شکلها تماما انجام میشه دیگه. مهم نیست که مرده باشه زنده باشه، تمام اینها قابل حل و فصله. من معنوی میدونید از بخشهایی است که تا انتهای قضیه هستش، حضور داره. ما که نمیدونیم چی به ما نفرین کرده، اصلا اسم نفرین کننده که معلوم نیست توی این ماجرا. مثلا ما فرض میکنیم اسم تلس کننده رو ممکنه بدونیم، ولی نمیدونیم که کیا به ما مثلا نفرین کردن، ما در معرض چه نفرین هایی بودیم هستیم. اما یه سنگینی هایی رو داریم که حالا بعدش معلوم میشه برامون. مثلا نفرین رو، خب ما هر چی رو که گفتیم تجربه شده برای خودمون هست و توی این ماجرایی که چیزی حدود 20 سال قبل شاید الان اتفاق افتاد، توی ماجرایی بود که در واقع به نوعی به ما ظلمی شده بود، در واقع ما مورد ظلمی واقع شده بودیم و فردی که خودش هم با اون شریک جرم بود مدعی بود که نه، همچین اتفاقی نیفتاده و این تازه به شما خدمت هم کرده. من در واقع اون دو شرط گذاشتم، گفتم اگر اینطوره که شما میگی خب هیچی، اگر اینطور نیست ظرف یک هفته، یعنی زمان حتی نوع چیزایی که برای اینها ما درخواست کردیم ظرف یک هفته تحقق پیدا کرد و اونها از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه، از این آزمایشگاه به اون آزمایشگاه به اون آزمایشگاه و در اینا تشخیصی و یه فاجعه رخ داد در واقع، و هنوز که هنوزه بعد از 20 سال مسئله حل نشده و در واقع در انگلستان و این حرفا
این ماجرا از ایران به اونجا ادامه پیدا کرد و توی مدت یه پاشو اینجا یه پاشو اونجا سه پاشو اونجا یه پاشو. خب حالا عرض کنم خدمتتون بعضی از مسائل برای همین خدمتتون عرض کردم. اتفاق افتادنش آسونه، یه بشکنه و واقعا یه بشکن بود. حالا ما که نمیدونستیم اینجوری میشه، خب ما که بعد اجازه بدیم من خدمتتون بگم در این مثلا فرض کنید 22 سال قبل ما تجربه روی نفرین خیلی چیزا تجربه شده بود، ولی تجربه روی نفرین به این صورت ها نبوده. اگرم نفرین کردیم بعد خودمون نبودیم اثرش رو ببینیم، اما این یک دونه با نشانه هایی که گذاشتم و دقیقا این نشانه ها اتفاق افتاد، خب یه پدیده بود که واقعا از اونجا به بعد متوجه شدیم که خب نه، این یک ماجرایی است برای خودش و در واقع نفرین قدرت داره. خب حالا با اطلاعاتی قبل اومد و بعد اومد و اینا تطابق پیدا کرد، تطابق دادیم، دیدیم بله در واقع به این صورته و موضوع ساده نیست، موضوع آسونی نیست و جای خیلی بررسی و تعمق داره. خب خیلی از اتفاقات، ببینید زایه‌ای که اتفاق افتاد، حالا جمع کردن اون زایه دیگه به این سادگی نیست. بعضی از آثار رو، بعضی از مسائل رو ما حالا تجربه میکنیم، این قضیه رو هم به هر حال وارد مسائل میکنیم، تجربهش خواهیم کرد و متوجه میشیم که درصد قابل توجهی از گرفتاری هامون توی این رابطه است و انسانی که به تعالی نرسیده همینطور خودش برای خودش گرفتاری ایجاد میکنه دیگه. یعنی در واقع ما داریم توی شهری حرکت میکنیم که مرتب نیزه ها و تیرهایی میرن و ما خدایی از بغل اینا رد میشیم و بعضش هم اصابت میکنه بهمون، منتها خب این تیرها نامرئی است دیگه، تیرها نامرئی است. یه ارتباط برقرار بکنیم. خیلی ممنون، مشکر. خب دوستانی که چیزایی متوجه شدن دستشون بلند کنن، کسانی که حالشون زیاد خوب نبود دستشون بلند کنن. خب البته ما اینو قبلا چون استارت دوره هفت رو قبل زدیم، کلن ممکنه دوستان یه بیرونریزی هایی رو تنها چیزای منفی این دورمون این یه مطلب بود، کسایی که حال بدی داشتن دستشون بلند کنن. به طور کلی از زمانی که استارت زدیم حال بعدی بهشون دست داده دستشون بود توی آره استارت دوره هفت، بعد از استارت دوره هفت چون اینا رو یه بار از قبل استارت خورده، فقط دیگه اینجا ما سه تا تشعشع منفی قبلا که میدادیم هیچ اثراتی رو ما نداشت، مثلا در مورد چجده هیچ اثری برای ما نبود، برای در مورد تلسم همینجوری و برای تشعشع منفی هم همینجوری، برای نفوذ بله هیچ کدومش حقی نداشتن این کارو بکنن. ولی هیچ کدوم توجه بکنید توی کنترل تشعشع منفی یک تلسم جادو حق نداشتن برن برای ما تلسم جادو کنن، درسته؟ حتی اگه ما بدم بودیم حق اینه که برای ما برن تلسم جادو کنن نداشتن. در مورد کنترل تشعشع منفی دو چیز زخم اینا باز دوباره این حق رو نداشتن، یا ما مستحق نبودیم که مورد این قضیه قرار بگیریم. در مورد سه دوباره حق اینه که نفوذ در ما بکنن، حالا به هر شکلش، باز این حق رو نداشتن. اما در ببینید اینو جداش کرده بودیم، این در این مورد به اصطلاح یه جا میبینه که حق داشته، دستش به جایی هم بند نبوده، تنها راهی که داشته اینه که یه نفرین بکنه. نه استاد، سوال من اینه، ما که بله. الان میخوایم برای یکی مثلا کنترلر تشعشع منفی 4 بله. برای نفرین بدیم، خب ما که نمیدونیم که آیا ایشونی که اومده میگفته من مورد نفرین واقع شدم آیا به حق بوده یا غیر به حق. اصلا کسی نمیگه من مورد نفرین واقع شدم، این موضوع اینجا فرق میکنه. ماجرا کسی نمیاد به ما مراجعه بکنه بگه من مورد نفرین واقع شدم، چون ببینید حالا اجازه بدین، معمولا نرمش این نیست که کسی بیاد بگه من مورد نفرین واقع شدم، ولی ممکنه که حالا به بعد از حالا به بعد یه دفعه توی جایی میبینیم که علنا یه کسی داره ما رو نفرین میکنه.
خب من این فرق، ولی به طور کلی مسئله اینجاست که ما میخواییم درگیری هامون رو بشناسیم در وله اول، بدونیم که درگیری های ما از کجا هاست، چرا ما گیر هستیم. یعنی استاد این فقط برای خودونه، برای دیگران نیست؟ برای دیگران هم هست. چرا؟ چرا؟ من الان توضیحاتم تکمیل بشه همه اینا رو شامل میشه. بفرمایید. ببینین نارضایتی ما در معرض تشعشع منفی قرار میگیریم، اون تشعشع منفی به اصطلاح میاد رو غذا میشینه. قدیم اصرار فراوانی داشتن که حتما کاری رو که با کسی میکنن به رضایت ختم بشه. همین الان هم در خیلی جا معامله که میکنن 10 بار سوال میکنن آقا راضی هستی؟ آقا راضی هستی؟ راضی هستی؟ این به دنبال یه بصیرتی بوده، به دنبال یک بصیرتی بوده که از حالا زمان قدیم اینا به این بصیرت ایده رسیدن و دیگه انتقالش دادن و دیگه شده جزء به هر حال وجودی به اصطلاح اون جامعه شده. اما ببینید الان که خوب این مسائل اون مفاهیم خودش رو از دست داده، خب مفاهیم در چیزش رو از دست داده و ما بحثمون اصلا رضایت و نارضایتی نیست، باید بزنیم و بریم جلو به هر قیمتی. پس در مورد رضایت و نارضایتی اینجا تششع منفی ایجاد میشه، در مورد نفرین مسئله فرق میکنه. اینا درسته اسمش تششع منفیه ولی این یه کاربردی داره، اون یه کار، اون یه جور درگیر میکنه، این یه جور دیگه درگیر میکنه، چشدق یه جور دیگه درگیر میکنه، تلسم و جادو یه طور دیگه و نفوذ یه جور یه طور دیگه. درسته اسم کلیشو میگیم تششع منفی، یعنی فیلدشو میگیم، محدودشو میگیم، اما هر کدومش به یه نوع خاصی. حتی من یه مطلبی رو خدمتتون بگم در این مورد، در این مورد ممکنه نسل بعدی هم یعنی در ژن ما آثار تخریب شعوری در از قالب ژن انتقال پیدا بکنه و یه نکته عجیبیه، این نکته در واقع باور نکردنی است. ببینید این نفرین اومده اینجا، اونه که انجام داده هیچی، این الان نفرین اومده اینجا، این نفرین ببینید تخریب شعوریه، پارازیت شعوریه، لذا میتونه به ژن هم سرایت بکنه. اینطوری میخوام خدمتتون بگم. میبینید که بعضی مکانها رو میگن اینجا نفرین کرده. حالا مکانیزمای نفرین کرده مکان و تششعاتی دوباره یک بخشش اینجوریست که وقتی یک مکان و مورد بمباران تششع منفی نفرین قرار میگیره جاذب موجودات غیر ارگانیک میشه. توجه میکنین؟ جاذب موجودات غیر ارگانیک میشه. وقتی که نفرین به سمت شخص میاد نشانه گذاری که شد با تششع منفی مخصوص این قضیه جاذب موجودات غیر ارگانیک میشه. توجه میکنین؟ اثر ثانویه این تخریب. بس در یکی از حالتاش تخریب شعوری است، پارازیت شعوری است. در یه حالت دیگرش اینه که وقتی مورد این تششع منفی منو میگیره، تششع منفی جاذب موجود غیر ارگانیکه دیگه. اون نشون مثل نشونه گیری های لایزره. نشونه گیری های لایزر اینه که لایزر رو بس کنه نشونه میگیرن رو هدف، حالا از هوا مثلا بعضن هواپیما موشک رو راه میکنه، اینه که از زمین نشونه گیری کردن میاد میره میخوره اونجا. بعضن الان اینم به این صورت نشونه گیری میشه این وجود از اون تششع منفی به اصطلاح کاملا انباشته شده، موجود غیر ارگانیک هم میریزن سرش، میگن خب این همون مگسان گرد شیرینی، برای اونا شیرینیه، حالا موجود غیر ارگانیک هم میاد میریزه سر. لذا اون مکان
مسئله دار میشه. هر کس میاد تو اون مکانی داره میگه نمیتونی اینجا زندگی کنه. نمیدونم هر کی میاد بخرش هنون نگاه نگرده از اونجا فرار میکنه میره. نمیدونم از این جور مسائل اتفاق میفته و در واقع شاید مثلا بی خود نبوده، میگن که این مکان نفرین کرده یا این شخص نفرین کرده یا این خانواده نفرین کردن یا این نسل نفرین کرده یا و اینها در واقع ممکنه فکر کنیم که توی افسانه است و داستان است و این حرفا، ولی خب میتونیم یه نگاهی بندازیم ببینیم که نه بابا اینا همچین افسانه نیست. به طور مشخصی راجب قومی نمیشه صحبت کرد، ولی نمیدونیم، یعنی قوم به خصوصی اگه بخوام صحبت بکنیم ممکنه مسائلی پیش بیاد، ولی در کتاب مقدس هست که چون به اصطلاح فلسطینی ها مثل افغان ها به کار یه مقداری راهزنی اینها مثل ازبک ها این بر به تاخت و تازهای محلی میپرداختن و در کتاب مقدس هم هست که به قوم بنی اسرائیل توصیه کردن که جلوی این قوم رو بگیرین، بعداً براتون ایجاد مشکل میکنن و این کار نشد. این کار نشد و به هر حال به یه شکلایی هم گریبان اینا رو گرفت، دست اینا رو به ظلم آغشته کرد، هم اونها رو دچار مسائل و مشکلاتی کرد. این ورم ازبک ها هم همینطور، اون ورم اونا هم همینطور. اما به طور کلی نمیشه اینجوری راجبه یه قومی صحبت کرد، خیلی مشکل پیچیده است، یا راجبه خانواده یا راجبه شخصی. اما مکانیزم قضیه رو ما بشناسیم برای ما کافیه. ما مکانیزم قضیه رو بدونیم که به این صورته و ما در معرض بفرمایید. چرا ببینید اصولاً یه مسئله هست که موضوع نفرین رو که الان شنیدیم دیگه، بعض اینه که شاید بدترین نوعش این باشه که خودمون این تخریب رو رو خودمون پیاده بکنیم و به طور کلی این مسئله رو ما حالا در بحث انالحق و در بحث درک جمال یار و درک اینما تولو فسم وجه الله اونجا متوجه شدیم که اگر به اون آگاهی برسیم همه جا پرتو روی اوست، همه چی تجلی اوست و زبان به نفرین باز نخواهد شد. یکی از حالا اینجا قبل از کلاسمون جناب آقای صراف دوست عزیزمون سوال این بود که رسیدن به انالحق و اینها چه نشانه ای داره، داشتیم صحبت میکردیم اینجا قبل از کلاس، چند تا از دوستانم حضور داشتن، بحث نشانه های رسیدن به انالحق چیز خاصی نیست که نشون بده مثلا قدرت خدایی باشه. منصور علاج رو گرفتن گفتن من نمیگه من خدام، انالحق من نمیگه، خودتون نجات بده ببینیم، این زنجیرها رو پاره کن ببینیم. یا عیسی مسیح علیه السلام همین رو میگفتن، میگفتن من نمیگه پسر خدام، پسر خدام به نوعی همون انالحقه رو اون میخواست بگه. منظورش این نبود که خدا ازدواج کرده و فرزندی داره و منم پسرشم، منظور اصلا این نبود، منظور همون انالحق به زبان دیگری است. بعد میگفتن که پسر خدا خودتون نجات بده، زمانی که صلیب بر دوش میره و در داستان ها هست اینه که میگفتن یه ایدهش از اون دور به مسخره میگفتن پسر خدا خودتون نجات بده، همچی چیزی نداره. از مظاهرش اینه که اون دهانش به نفرین هرگز باز نشد، دهانش به دشنام، به نفرین، به ناسزاگویی، به استهزا، مسخره کردن. تجلی الهی رو که مسخره نمی کنیم، وقتی یکی رو به استهزا باز شد یعنی یک گوشه ای از تجلی الهی رو داره مسخره می کنیم. اینها از جمله از مظاهرشه. حالا دیگه به هر حال تمام وقت در دعا بودن که اینا نمیفهمن، اینا رو هدایت بکن، برای اونها در دعا بودن و در طلب خیر بودن برای اونها. و حالا خب این درکی هم که به خودشون میدن درونی، اون درک رو که نمیتونه بیاد بگه ببینید من چه گستردگی رو احساس میکنم، نمیتونه که چیزی نشون دادنی اصولا نیست در تعالی و در عرفان، چیزی نیست که اصولا به رخ بکشی. اینو دور دو با هم
صحبت کردیم دیگه، این حرفا نیست که، یه تجلیاتی داره مثل همین که همه دیدن که اینا دهانشون به دشنام، به استهزا، به نفرین باز نشد که نشد. یه همچی چیزایی رو تاریخ گزارش میده، ولی اصل ماجرا رو اونا نمیتونستن بیان خودشون رو پشت رو کنن بگن ببینید ما چه گستردگی رو، چه نمیدونم چی رو داشتیم. بله ببینید، توی مسئله ارتباطات درمانگر ممکنه ارتباطی به بیمار بده، بیمار خیلی چیزا ببینه، خود فرزن فرادرمانگر نبینه. ممکنه فرادرمانگر ببینه خیلی مسائل رو، کسی که به عنوان بیمار نبینه. اصلا اینها نه ملاک، نه اهمیتی داره و نه در این وادی، وادی تنگ نظری، وادی چشم همچشمی، وادی نمیدونم اینجور مسائل نیست. و به اصطلاح هر کسی ارتباط مخصوص به خودش رو دریافت میکنه، راه خودش رو میره. بیماری هم که ما ارتباط میدیم بهش، یه دفعه اینو که اینو دید اونو اینجوری شد، خب این در واقع هوشمندی الان لازم دونسته کارهای روی انجام بده، به نوعی دعوتش کنه، به نوعی توجهش رو جلب کنه. حالا اگر ما بگیم که ما فرادرمانگری ما اینو ندیدیم، این دیده، خب این اصلا مغایره با مسلماً ایجاد اشکالاتی میشه. و خلاصه کلام انشالله این چیزا رو، نقطه نظرهای منفی رو بعیدم بهتون بگم که من به هر کس که ارتباط دیدم هم شما کمک دیدیم هم الان میکنم. بله، حالا به هر حال در مورد مسئله من معنوی و اینا که دیگه مفصل صحبت کردیم، اینا دیگه چیزایی است که الان باید بین ما چیزای عادی باشه، چیزای عجیب غریبی نیست، یه چیزای معمولی است. و خلاصه کلام ما حاصل همینا اینه که خود درمان هم بازی بود، خود اونا هم بازیه و جمع کردن یه سری مسائل برای ما اصل بوده که الان دنبال اونیم. الان دیگه اصلا ماجرای ابتدایی ما خب الان دیگه به طور چیزی در حاشیه قرار گرفته. کنترل تششع منفی 4 رو وقتی اعلام میکنید، راه دور نزدیک هم فرق نمیکنه، مثل سایر موارد هست که کار کردیم، من معنوی و اینا دیگه هر کاری لازم باشه دیگه خودش انجام میشه، شما نیاز به هیچ پیگیری ندارید. فقط قضیه ای که توی این مسئله هست دوباره فرق ایجاد میکنه اینه که این مسائل یه مقداری ممکنه که نیاز به زمانهایی داشته باشه، نیاز به تبادلاتی داشته باشه، قضایایی که خلاصه همه اینا به طور اتوماتیک و خود به خود انجام میشه. شما لازم نیست من معنوی رو نمیدونم بخواید کاری بکنید، یا مثلا خب بیمار شما که ارتباطهای من معنوی رو ندارن اونطور که شما دنبال کردین، برای خودتون هم لازم نیست، اون خودش الان فعال هست در مورد شما اصلا. و به طور کلی نیازی به هیچ کار جانبی نیست. به طور کلی توصیه من اینه، ما نمیدونیم که چه کسانی درگیر نفرین هستند، چه کسانی نیستند، و اگر هستند انجام دهنده ها کیا بودند و و خیلی ماجرای دیگه. به طور کلی ما برای افراد، برای خودمون، برای افراد میتوانیم این مسئله رو داشته باشیم و این قضیه رو اعلام بکنیم داشته باشیم. منتها اگر برای بیمار انجام میدیم، بدونیم بعضی از مواقع ممکنه که بیرونریزی های یه خورده غیرعادی داشته باشه. فقط نکتهش همینه. مثل مثلا در حد فرزن در حد نمیدونم یه بیرونریزی های مثل تشعشع دفاعی چطوریه، این نه مثل اون، نه با اون گزارش اصلا اون نیست، ولی در واقع به هم ریختگی ها و تلاطمایی رو ممکنه گزارش بشه. خب کسانی دوستانمون تجربه کردن یه همچیزی رو تو این دوره؟ بله، چون من خب گزارش رو داشتم منتها نمیتونستم توضیح بدم. در مورد مکان مسئله نداره، ما کار میکنیم هیچ مشکلی نداره.
این اما و فرقش با سایر ارتباطات اینه که مکان رو اعلام میکنه، مهم نیست. ولی در مورد افراد ما دوباره ممکنه 1% یا بیشتر، چون حالا به هر حال یه تلاطماتی داشته باشیم، این تلاطمات خورده کلافه کننده باشه و مسیر فرادرمانی و اینها رو یه خورده چه؟ گوش میدین، اینه که ما در واقع در مورد افراد، در مورد افراد من توصیه میکنم که ببینید، به اجازه بدین، من توصیه میکنم که مثلا فرادرمانی اینا رو انجام بدین، یه چیزایی حاصل میشه و بعد حالا با همون فرادرمانی میتونید کنترل تشعشع منفی 1، 2، 3 اینا رو هم کار بکنید، تشعشع مثبت 1، 2 اینا رو که اجازه نمیخواد بدیم. بعدن بگیم که این کنترل تشعشع منفی 4 هم هست، ممکنه یه خورده بیرون ریزی داشته باشه، یه اختیاری بدیم. این مثل تشعشع دفاعی حالا نیست که ما الزامن، ولی اختیار بدیم که ممکنه یه خورده تشعشعات منفی است. حالا اونجا مجبور بودیم بگیم موجود غیر ارگانیک، اما اینجا نه، اینجا واقعیتش اینه که یه تشعشعات منفی است، ممکنه تلاطماتی داشته باشه. البته بعضی موقع هم گفتم اینا جازه موجودات غیر ارگانیک شده کرده، موضوع خوردن بیخم پیدا میکنه حقیقتش. بنابراین گفتم دیگه، توضیح دادم که ببینین، توضیح دادم خدمتتون، این پیچیدگیه. ببینید این یه ارتباطیه که پیچیدگی همه ارتباط ها رو هر کدوم یه چیزش توش داره. ببینید اجازه بدین خانم احمدی، بیرون ریزی هایی که شما داشتیم به چه صورتی بوده؟ استاد افسردگی شدید، خیلی دلگیر بودم، نمیدونستم برای چی اصلا ناراحتم، موردی نبود که ناراحت باشم، عصبی بودم، دلم خواست بپرم به اینو. خب چند نفر این حالت رو داشتن؟ اولا یه موضوعی کی نفری نشده، متاسفانه من عرض کردم خدمتون، اینه که ما به سادگی گفتیم خیلی پیچیدگی داره. تازه موضوع دیگه، اونا که الان نشدن دقت میکنید، اونایی که نشدن اجازه بدین الان خدمت رو میگم، اونایی که نشدن خب اونا تازه معنای معنوی دارن، میرن و میان. ببینید اصلا یه ملاکایی رو نگذاریم که فکر بکنیم اگر الان یکی حالش بدتره نفرینای برحق بهش زیاد شده، یا اصلا این ملاکایی که به قضاوت منجر میشه هیچ کدوم برای ما مهم نیست. مهم اینه که هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، همه گناهکار، همه در معرض نفرین، همه اینجوری فکر بکنیم، توجه میکنید؟ اون صورت نه که آقا نمیدونم، هر که آمد به جهان تبعیدی است و نقش خرابی دارد، ما هممون در معرض نفرین های همدیگه به حق و ناحق و اینا قرار گرفتیم، همه همدیگه رو گرفتیم، خب هممون همدیگه رو گرفتیم، هیچ کدوم نمیتونیم تکون بخوریم. و حالا در واقع انسان میخواد بعداً به اطلاعات و آگاهی‌های برسه که یقه همدیگه رو ول بکنم، بگم بابا اصلا چی ما همدیگه رو گرفتیم، ول کنیم همدیگه رو و حالا یه خود آزادتر بتونیم حرکت کنیم. ماجرا اینطوریه، اصلا اینا رو ملاک قرار ندیم، همه گرفتارن، میشناسیمش که کارش اینه، یعنی راه میره همه رو نفرین میکنه. یک موضوع هست که برای این افراد این قضیه رو میتونیم کار کنیم، تشعشع مثبت هم باید، تشعشع مثبت هم برای طلب خیر براشون اینم بدیم، اینا تو با هم بهتر عمل میکنه. مگه نمیگیم ما کار ما همه اعمالو، آیا عواقب اون نفرین برمیگرده به خود اون فردی که نفرین میکنه؟ کار ما سر خودش محفوظ، اینها هر کدوم مجزا عمل میکنن، کار ما عمل اکسل عمل ما، قانون بازتاب، اینها سر جای خودش مستقله. کسی که نفرین میکنه
طبق قانونی که اومده تو فاز منفی مجازات خودش سر جاش محفوظه. نفرین شدیم، اومده ما رو گرفته، حالا طبق قانونمندی خودش درگیریم. همه اینا جدا 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 جداست. ربطی این به کار ما نداره، ربطی اون به این نداره به طور مستقیم. حالا منظورتون چیه بازم؟ مثلا من یه روز نفرین کردم یه نفر رو. گفتم اگه حق با منه ایشالله امشب کارت به بیمارستان بکشه. که همون شب خانم من مریض شد، من بردمش بیمارستان. خب شما چون صاحب کرامتی کرامت ما نه، ما اگه داشتیم ما دنیا رو با آتش میکشیدیم. نه اونه که ببینید، ما حالا توی بحث روح جمعی اینها رو میایم با هم صحبت بکنیم، تو روح جمعی با هم صحبت بکنیم، اما فعلا اینه که موردی کار بکنیم تا بحث روح جمعی. ببخشید نفرین فقط از طریق انسان ها هست؟ بله. یا نه مثلا از طرف موجودات دیگه مثل بله. شیاطین یا بله. ببینید در مورد پاسدارای جهان هستی، پاسدارای جهان هستی به طور کلی صحبت کردیم و گفتیم که ظلمی که ما به هستی میکنیم اونها ما را مورد حمله و تششو قرار میدن، که تششو اونها همون لعن و نفرینه. به عبارتی ممکنه در جاهایی در کتب مقدس یا جاهایی بیان بگن که اینها مثلا هستی ما رو نفرین کرد، خب این درخت آهش ما رو گرفت، مثلا ممکنه یه همچین چیزایی بگیم درخته آه نداره و چیز نداره، ولی در واقع از طریق پاسدار جان هستی ما مورد تششوهات منفی قرار میگیریم، مورد حمله قرار میگیریم، که اونجا مفهوم این صحبت ها اینه. درست شد؟ بس به عبارتی هست به عبارتی نیست، ولی درگیری ما قطعیست. حالا هر جوری که بخوام برمیگردیم به قانونمندی کلی که شما کارتون رو انجام بدید، در فاز مثبت باشید، ایمن باشید. اون قانونمندی کلی رو فراموش نکنیم. خب ما ارباب رجوع میاد میخوام بهش بگیم که کار ما قانونیه، ما تو فاز منفی هستیم، او تششو منفی داره از ما میگیره و تششو منفی میگیره، هرچی ما میخوام ثابت کنیم بابا کار ما قانونیه، کار ما انجام وظیفه است، اون تششو منفی رو زودتر از توضیحات شما میگیره و لذا خب کار خودش هم میکنه. تو فاز منفی هم هستیم، اثر تخریبی کارش هم به ما وارد میشه. خب ما چه بکنیم؟ خب ما چه کار بکنیم؟ پس تا زمانی که انسان این مراحل تعالیش رو میخواد طی بکنه، بفهمه که یقه بغل دستشو بل بکنه، اینها باید بتونیم افواز مثبت از مسائلی که تو این زمینه تجهیز داریم، کنترل دشاد میدونم چی اینا، استفاده بکنیم. تو فاز منفی نیم، قانون صلیب رو رعایت بکنیم، قانون صلیب رو داشته باشیم، ایمنیم. لشکریان خدا، لشکریان شیطان، اینجا میشه یأس، ناامیدی، حزن و اندوه و ترس، همینطوری استراب و عکس اینها میاد این ورش. ما یا زیر اینجا داریم علم میزنیم یا زیر اونجا، از این قاعده خارج نیست. این صلیب هم هممون به دوش میکشیم، صلیب زندگیست، هممون هم مصلوب میشیم بلا استثناء. خب یعنی زندگی هممون رو بالاخره مصلوب میکنه، منتها یه دسته به خاطر اینجا مصلوب میشن، یه دسته به خاطر اونجا مصلوب میشن. بنابراین این مسئله است که حالا که قراره ما مصلوب بشیم، لااقل به خاطر مسائل این ور مصلوب بشیم و این ایمنی ها رو در اینجا خواهیم داشت. در اونجا ایمنی از این زاویه ها وجود نداره. بحث اینجاست، ما اینجا باشیم دیگه نفرین اون در ما کارساز نیست. فاز مثبت حالا میخواد کارش هر چی میخواد باشه، میخواد هر رابطه باشه، موضوع اینه. اصلا ربطی به خنده نداره، اصلا ممکنه که ما مثل میرغضب
ظاهر ما در غضب باشه ولی تو فاز مثبت باشیم. مثلا ربطی به خنده ما نداره. مفهوم فاز مثبت خنده نیست. ممکنم از بخندیم. خب میگه همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون. شنیدین دیگه؟ خب خب اون تو فاز منفیه. خنده روی لب هست. همه خنجر توی دست و خنده روی لبشون. این فاز منفیه. بعد به خنده نیست. خنده روی لب در واقع خیلی ها میخندن ولی فاز منفی و نقش منفی دارن بازی میکنن. اینجوری نیست. و ممکنه ما قیافمون خیلی جدی باشه، کسی نگاهمون بکنه مثل میر غضب، ولی تو فاز مثبت باشیم. به ظاهر قضیه نیست. درست شد یا نه؟ مثلا شما میخوای از یه محصل ها یا چند تا محصل امتحان بگیرید، یه جوری میدید اون بالا وای میشید که اینها جرأت نکنن که فکر تقلب به سرشون بزنه، ولی شما تو فاز منفی هستین؟ تو فاز منفی نیستین، تو فاز مثبت. این اتفاقا خیرخواهی شما، خیرخواهی شما، حالا خب ما اون موقع خودمون هم نمیدونستیم اینجوری، ولی خیرخواهی شما باعث شده که این قیافه رو به خودتون بگیرید. بنابراین این مسئله. خب پس ایمنی کلی، ایمنی کلی اگر اونجوری بخوایم چیز کنیم، ایمنی کلی اینه که ما در فاز مثبت باشیم. این مسئله ما رو حل میکنه، وگرنه ما نمیتونیم جلو مردم رو بگیریم. شما میاد ببینه که یه ارباب رجوع اومده، کلی هم بهش سرویس دادین، تحویل گرفتین، آخری هم چهار تا نفرین هم داره میکنه، در میره بیرون. خب بله حق با شماست، ولی نسبیه. داریم به کم و کم و کم و کم و کم و حداقل داریم این مسئله رو میرسونیم. مطلق که نیست که، نسبیه. یک موشک که شلیک بشه، اونو که دستش میره روی این چیز و دکمه رو فشار بده، دیگه این موشک شلیک میشه. دیگه اینه که آیا حق داشته، حق نداشته، اشتباه کرده، درست بوده، اینا توی این وادی انسانو در محدوده نگرش داشتن که تا همه ندونن، همه در معرض این سوختن هستن. به هر حال اینجا تششعات منفی رو نمیدونن، بالاخره یه چیزایی حاصل شده، هیچی براشون همین کنترل تشش منفی چهار رو کار بکنین، تششعات مثبت و کلن کنترل تشش منفی ها رو کار بکنین براشون. خب همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.